سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به فصل هشتم پایه نهم، مبحث حجم و مساحت که اینجا فصل آخرتون هستش. اول از این که براتون بگم که اون چیزی رو که به عنوان در حقیقت هندسه فضایی، یعنی عمده هندسه فضایی که نیاز دارید در مورد حجم و مساحت، اینه که باید از پایه نهم با خودتون به سالهای دیگه ببرید. یعنی حالا چه توی درس فیزیک هست، مبحث فشار هستش که اونجا لازمتون هستش، یا توی مباحث بهینه‌سازی هستش که توی حسابان و ریاضیات تجربی استفاده میشه، به این شکل هستش که باید شما چیکار بکنید، هرچی که میخواید از همین پایه با خودتون اونور منتقل کنید. یعنی اون مباحثی که اونور نوشته شده، با فرض این نوشته شده که شما اینا رو بلد هستید، یادآوری میشه، اما به هر حال باید چیکار بکنید، توی پایه نهم یادش بگیرید که بتونید ازش استفاده کنید. خیلی خوب، اینجا رو ببینید بچه‌ها. اول من چیزایی که براتون آوردم، یه سری یادآوری محیط و مساحت ها رو براتون آوردم که خیلی به دردتون میخوره. دوباره نگی آقا ما میخواستیم مساحت حفظ کنیم نتونستیم، محیط حفظ کنیم نتونستیم، آقا چرا ما یاد نمیگیریم، چرا مثلا متوجه نمیشیم. میدونید اینا رو من براتون اول توی دو سه صفحه براتون آوردم که دیگه بهانه نیارید آقا یک جا نبوده، ما اینا رو حفظ نکردیم، الان حجمو نمیفهمیم و اینا نداشته باشیم. اینا رو یه دوره سری با هم دیگه کنیم ببینیم به چه شکلی است. الان اگه ما بیایم نگاه بکنیم اینجا، من اول براتون یادآوری آوردم از مساحت چی؟ از مساحت مثلث. مساحت مثلث حاصل ضرب قاعده در ارتفاع تقسیم بر دوه. دیگه باید بدونید همتون قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو. الان اگه ما نگاه بکنیم اینجا رو، من مثلا دو تا مثلث اینجا براتون آوردم. یه مثلث الان اینجا مثلث چیه؟ مثلث قائم الزاویه است. خب که الان مثلا ما اومدیم اینو قاعده در نظر گرفتیم، اینو ارتفاع در نظر گرفتیم، یعنی حاصل ضرب این دوتا، اینا چون قائمه هستن از لای قائمن، یعنی دوتاشون به هم دیگه عمودن دیگه. خب یعنی قاعده ضرب در ارتفاع، یعنی این دوتا رو تو هم دیگه ضرب کن. خب یعنی خیلی فرقی نمیکنه. که الان اگه ما این کارو بخوایم انجام بدیم، میشه حاصل ضرب چی؟ آب در ب سه تقسیم بر دو. این از این. خب یه مثلث هم آوردیم براتون حالا به این شکل که الان آئد چیه؟ عمود هستش. خب الان چون آئدمون عمود هست، بی سی میشه چی؟ قاعده دیگه. خب بی سی الان قاعده است، چیکار میکنیم؟ ضرب در آئدش میکنیم، تقسیم بر دو میکنیم. به همین ترتیب قاعده رو ضرب در ارتفاع، بی سی ضرب در آئد میشه تقسیم بر دو، مساحت رو به ما میده. حالا یا به این شکل یا به این شکل یا به هر شکلی که شما قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو رو بتونید چیکار بکنید، بنویسید. البته مثلث فرمولای زیادی داره، اما تو قد و قواره سواد پایه نهم هم انقدر بسته. خیلی خوب، اینجا رو ببینید بچه‌ها، یه یادآوری اینجا براتون آوردم از محیط مثلث. خب محیط مثلث یعنی جمع اضلاع دیگه. الان یه مثلثی داریم مثلا به اضلاع x و y و z، محیط رو وقتی بخوای حساب بکنی، یعنی باید چیکار بکنی؟ اینا رو همه رو ضلع رو با هم جمع بکنی، دور تا دور، و x و y و z رو با هم دیگه چیکار بکنی؟ جمع بکنی، محیط رو بهت میده. درسته؟ این از این. بعد پایین براتون یادآوری مساحت مربع رو آوردم. آقا همه دیگه میدونن دیگه مساحت مربع یه ضلع ضرب در خودشه. الان اگه مربعتون به این شکل باشه، x رو تو x ضرب بکنی، حاصل میشه چی؟ حاصل میشه x، این میشه مساحت مربع. خب حالا اگه ما بیایم چیکار بکنیم، محیط مربع رو با هم دیگه ببینیم، یادآوری آوردم براتون از محیط مربع. الان اگه ما این مربع رو نگاه کنیم، چهار طرفش چیه؟ چهار طرفش x داره. اگه ما بیایم این چهار تا رو با هم دیگه جمع بکنیم، میشه 4x. این یعنی در واقع 1 ضرب ضرب در 4. 1 ضرب ضرب در 4. یعنی اگه یه دونه x از اینا معلوم بود، این سه تا مشخص نبود، یه دونه اینا رو برمی‌دید تو 4 ضرب می‌کنی، میشه 4x. اینم میشه محیط مربع. یادآوری مساحت مستطیل. مساحت مستطیل هم دیگه الان چیکار بکنی؟ یه دونه مستطیل برای بچه 3-4 ساله بکشی بگی مساحت اینو پیدا کن، اینو نشون میده با اینو نشون میده، یعنی میگه آقا این دوتا رو باید تو هم دیگه ضرب بکنی، بعد سرش هم میندازه به نشانه تأسف پایین که آقا یعنی مساحت مستطیل هم ولد نیستی. پس مساحت مستطیل میشه حاصل ضرب طول ضرب در عرض. این مساحت مستطیل. بریم سراغ یادآوری محیط مستطیل. اگه یه مستطیلی داشتی به طول x و عرض چی؟ و عرض y، شما میای چیکار میکنی؟ طول به علاوه عرض
پرانتزش یادت نره، ضرب در دو، چون این دوه هم مال x هم مال y. پس میای x رو با y جمع میکنی، طول به علاوه عرض ضرب در دو. اینا خیلی مهمه، نگی نگفتی ها، همه چی از همینجا شروع میشه. اینجا رو ببینید بچه ها، یاداوری مساحت دایره. مساحت دایره هم خیلی توجه بهش داشته باشید، چون توی استوانه و مخروط ما باش خیلی کار داریم با مساحت و محیط دایره. آقا مساحت دایره چیه؟ اگه یه دایره ما داشته باشیم، خب که پارسال پایه 8 خوندید، فصل آخر، فصل 9 پایه 8، یه دایره داشته باشید به شعاع آر، مساحتش میشه پی آر 2، درسته؟ خب آقا پی چیه؟ پی تقریبا 3.14. پی رو بهش میگیم یه عدد گنگ دیگه، براتون فصلهای قبل براتون گفته بودم. پی چیه؟ 13.14 تقریبا میگیرنش. بعضی وقتا هم که توی صورت سوال، مثلا اینه که سوالو ترک کرده، میگه که آقا پی رو تقریبا 3 در نظر بگی که خیلی اسیر اعشار و عددهای عجیب غریب نشی. خب یه چیزی هم در مورد عدد پی بهتون بگم، اگه خیلی مجبور نشدیم که اینا رو جاگذاری کنیم، عدد پی رو اصلا جاگذاری نمی کنیم. یعنی اصلا نمیای بنویسی 3.14، عدد پی رو بذار همونجوری بمونه اکثر اوقات، مگر اینکه مجبور بشیم. حالا تو تمرین ها میفهمید منظورم چیه. خلاصه کلام، مساحت دایره ای به شعاع آر برابر پی ضرب در آر به توان 2 هستش، یا پی آر 2 هستش. الان اگه ما بخوایم چیکار بکنیم، محیط هم براتون یادآوری کنیم، اگه این دایره ای به شعاع آر باشه، محیطش میشه 2 پی آر. بچه‌ها خیلی این محیط و مساحت رو با هم دیگه چیکار میکنن؟ اشتباه میکنن. مواظب باشید فرق اینا رو با هم دیگه متوجه بشید. این توانش 2 داره، توان آر اینجا 2 داره، اینجا برای محیط، برای محیط این 2 ضریبه. یادتون باشه فرق این دوتا اینه، این 2 که داره توان شعاع هست برای مساحت، برای محیط این 2 که داریم چیه؟ ضریبه، در حقیقت ضریب فرمول هستش. خب پس خلاصش میشه S مساوی پی آر 2 و محیط مساوی 2 پی آر هستش. حالا بریم بچه سراغ رابطه های هندسی فضایی، یعنی در واقع هندسه فضایی. ببینید بچه ها، من قبل از اینکه وارد هندسه فضایی بشم بخوام اینا رو براتون توضیحشو بدم، اینو براتون بگم که اصلا کلن حجم هندسه فضایی مربوط به ارتفاع میشه، یعنی در حقیقت یه ارتفاعی که به اجزای قبلی اضافه شده. خب یعنی مثلا قبلا ما تو مساحتمون چی داشتیم؟ طول و عرض داشتیم، حالا ارتفاع هم بهش اضافه شده. خب یعنی یه حجمی گرفته، متوجه میشین؟ که ما توی سالای پایین تر، 4، 5، 6 گسترده یه سری از این اشکال توی کتابای درسیتون بود، معلم‌ها بهتون میگفتن آقا اینا رو برید درست کنید، نمره مثبت داره بیارید. شما هم میبردید میدادید، پدر مادر رو درست میکردن، خوشحال میومدید، میگفتین آقا ما درست کردیم، نمره مثبت ما رو بدید. خب اونی که اومده این کتابو تألیف کرده، میخواسته به شما بگه معنی حجم رو بهتون در حقیقت بشناسونه که این معنی حجم یعنی چی؟ یعنی شما خودت درستش کنی، بعد چیکار بکنی؟ این حجم رو ببینی. خب اما شما این کارو نکردید، یعنی این به هر حال این خلأ داخل شما الان مونده که نمیفهمید معنی حجم رو درک نمیکنید. چرا درک نمیکنید؟ به خاطر اینکه شکلی که ما روی صفحه میکشیم شکل 2 بعدیه، اما ما داریم راجع به شکل 3 بعدی، یعنی شکلی که در حقیقت ارتفاع هم داره، داریم با شما صحبت میکنیم. خب پس پیشنهاد من برای شما اینه که چند تا از این اشکال هندسی که شکل گستردش هم توی کتابا هست هم توی اینترنت هست، وردارید اینا رو کاغذ بکشید، بعد اینا رو با تا زدن میتونید چیکار بکنید؟ حجمشون رو ببینید، یعنی مکعب رو ببینید، مخروط رو ببینید، استوانه رو چیکار بکنید؟ درست کنید، اینا رو ببینید، به صورت شهودی بتونید ببینید اینا رو. خیلی خوب، الان اینجا رو ما ببینیم بچه‌ها، رابطه های چی؟ رابطه های فضایی. آقا هر وقت خواستی سطح جانبی حساب کنی، هر وقت خواستی سطح جانبی حساب کنی، آقا سطح یعنی چی؟ سطح از همون مساحت میاد، یعنی سطح جانبی یا مساحت جانبی. آقا جانبی اصلا یعنی چی؟ جانبی یعنی دور تا دور حجمت، جانبی یعنی کنار حجمه، دور تا دورش. یعنی وقتی میگی مساحت جانبی یعنی مساحت دور تا دور مد نظره. خب اگه مساحت جانبی رو خواستی، مدل حفظ کردن این فرمول اینه، نگاه کن،
اسم مساحت که اومد کنارش باید محیط بذاری. اسم مساحت رو که شنیدی کنارش چی میذاری؟ کنارش محیط میذاری. الان اینجا سطح جانبی تو میشه محیط قاعده ضرب در یه چیزی که بعداً میفهمیم چیه. پس هر وقت اسم سطح جانبی شنیدی کنارش محیط قاعده میذاری، این باید ضرب در یه چیزی بشه که حالا تو ادامه بهتون میگم چیه. هر وقت صحبت از حجم شد بچه ها، کنارش مساحت قاعده رو میذاری. پس هر وقت صحبت از حجم شد کنارش مساحت قاعده رو میذاری، ضرب در یه چیزی. پس الان یه چیز خوب من اینجا یاد گرفتم، سطح جانبی میشه محیط قاعده ضرب در یه چیزی، حجم میشه مساحت قاعده ضرب در یه چیزی. اینو داشته باش. خب ببین، نوشتن برای شکلای دو قاعده ای پایه هفتم اینا رو داشتید، نمیدونم تا چه حدی اینا رو یاد گرفتید. شکلای دو قاعده شکلای بودن که دو تا قاعده داشتن دیگه، مثلا چه میدونم منشور، مثل استوانه، اینا که دو تا قاعده دارن، یعنی سقف دارن و کف. الان اگه شکل دو قاعده ای باشه، بهت گفتم وقتی اسم سطح جانبی شنیدی مساحت دور تا دور، سری محیط قاعده رو بذار کنارش. اون یه چیزی هم که دایره کشیده بودم اونجا گفتم یه چیزی ارتفاعه. پس سطح جانبی میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع. اینو باید حفظ کنی، خیلی مهمه. برای حجم هم میای میگی چی؟ گفتیم حجم رو دیدی سری مساحت قاعده رو میذاری اینجا. ضرب در چی؟ ضرب در یه دایره کرده بودیم دیگه، اون دایره ارتفاعه. پس این دوتا خیلی مهمه، نون شبتونم واجب تره، باید یاد بگیرید. سطح جانبی میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع، حجم میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، برای شکلایی که دوتا قاعده دارن. اینو داشته باش. بریم سراغ بچه ها مساحت کل. مساحت کل برای شکلای دو قاعده ای دیگه، درسته؟ آقا وقتی که صحبت از مساحت کل میشه، یعنی شما مساحت جانبو که دور تا دوره باید جمع بکنی با مساحت قاعده. حالا اگه مساحت قاعده شما در واقع یه دونه قاعده داشته باشی، با یه قاعده جمع میکنی. اگه دوتا قاعده داشته باشی، با دوتا قاعده باید جمع کنی. خب حالا تو ادامه با هم دیگه ببینیم. پس مساحت کل ما برای شکلایی که دوتا قاعده دارن میشه مساحت دور تا دور. ببین داره میگه مساحت کل میشه مساحت جانبی یا همون مساحت دور تا دور به علاوه مساحت دو قاعده. داریم در مورد شکلای دو قاعده ای صحبت میکنیم دیگه، جمع میشه با مساحت دو قاعده، بهت مساحت کل رو میده. خب این ستا رو کامل باید یاد بگیرید، سطح جانبی، حجم، مساحت کل. اینا برای چی بود؟ برای شکلای دو قاعده ای بود که نوشتیم. خب بعد اومدم اینجا نوشتم براتون چی نوشتم، توجه مهم. در فرمول مساحت کل زمانی مساحت دو قاعده را قرار میدهیم که هر دو قاعده را داشته باشیم. اگر در حجم هندسی مورد نظر که ظاهرا دو قاعده داریم ولی دو قاعده شکل استفاده نمی شود، در فرمول به جای مساحت دو قاعده مساحت یک قاعده را قرار میدیم. آقا یعنی چی؟ مگه نگفتی شکل دو قاعده ایه بعد به علاوه مساحت دو قاعده بکنی؟ بله بهت گفتم. اما شما در نظر بگیرید مثلا ما میخوایم یه استخری رنگ کنیم. خب این استخره به نظر شما سقف داره؟ سقف نداره که، دیواره داره که میشه مساحت جانبیت، یه دونه هم کف داره که در حقیقت قاعدتون میشه. سقف نداره که، یعنی قاعده دوم نداره، ما نمیتونیم سقف استخر رو که چیکار بکنیم رنگ بزنیم، یعنی اصلا وجود نداره. پس در حقیقت دور تا دورش با کف باید رنگ بشه. به خاطر همین اگرچه شکل دو قاعده ایه، اما یه قاعدش مورد نیازه. آقا از کجا بفهمیم که یه قاعدش مورد نیازه؟ اونو مسئله بهت میگه، اونو مسئله بهتون میگه. خیلی خوب، این از این. پس یه جمع‌بندی اگه بخوام بکنم اینجا تا اینجا براتون، این بود که مساحت جانبی شنیدی محیط قاعده رو ضرب در ارتفاع میکنی برای شکلای دو قاعده ای. خب اگه حجم شنیدی مساحت قاعده رو ضرب در ارتفاع میکنی، اگه مساحت کل یا سطح کل شنیدی، یعنی مساحت جانبی رو شما زحمت میکشی حساب میکنی، به علاوه مساحت دو قاعدت میکنی اگر از دو قاعده استفاده شده بود. اگه از دو قاعده استفاده نشده بود، فقط به علاوه مساحت یک قاعده میکنیم، یعنی از قاعده که چی شده استفاده شده، مثل همون مثال استخره که براتون زدم. الان اینجا رو اگه نگاه کنید،
مثال آوردم، گفتم اگر قرار باشد استخری به شکل مکعب مستطیل را رنگ کنیم، قاعده بالای استخ نیاز به رنگ نداره، پس مساحت کلش میشه مساحت جانبی، یعنی مساحت دور تا دور به علاوه مساحت یک قاعده، چون فقط کفه که داره رنگ میشه، یعنی یه قاعدمونه که داره رنگ میشه. مثال: اگر قرار باشد هدیه ای را با کاغذ کادو کادو کنیم، چون مجبوریم روی تمام سطح کادو را بپوشانیم، مساحت دو قاعده رو در نظر میگیریم. میگه آقا وقتی که میخوای یه کادو برای یکی چیکار بکنی، یه کادو برای یکی در حقیقت بپیچی، این کادوها رو شما باید به قولی همه جای اینو چیکار بکنی، کادو کنی. نمیتونی مثلا یه قاعدهشو کادو نکنی، یه قاعدهشو کادو کنی. خب به خاطر همین اینجا الان شکلت که چی باشه، دو قاعده ای باشه، چون کل شکل تو باید کادو بشه، کل جسم هندسی تو باید کادو بشه، به خاطر همین باید چیکار بکنیم، به علاوه دو قاعده بکنیم. پس الان تو این حالت جعبه هدیه رو گفتم که چیه، به صورت مکعب مستطیل در نظر بگیرید. پس مساحت کلمون میشه مساحت جانبی به علاوه مساحت دو قاعده. اینم به قولی چی میگم، فرق این که برای مساحت کل از دو قاعده استفاده بکنیم یا از یه قاعده استفاده بکنیم. داستان استخره شد یه قاعده و داستان کاغذ کادوه شد دو قاعده یه شکل هندسیمون. خیلی خوب، اینجا رو ببینید بچه ها، توجه مهم، حواستون باشه اگه شکل گسترده حجم ها رو داشته باشیم یا بتونیم خودمون رسم بکنیم، با استفاده از اندازه ها و محاسبه مساحت ها میتوانیم مساحت کل رو چیکار بکنیم، به دست بیاریم. میگه آقا درسته که ما برای مساحت کل فرمول معرفی کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم مساحت جانبی یا مساحت دور تا دور به علاوه مساحت دو قاعده، برای شکل هایی که دو قاعده این. خب اما میگه اگه شما بتونی شکل گسترده اینا رو رسم بکنی یا مسئله بهت بده، طبق همون چیزهایی که گفتم سالهای قبل براتون شکل گسترده اینا رو میکشید، میگفت باشون حجم درست کنید. الان مثلا اگه ما بیایم چیکار بکنیم، یه مکعب مستطیل رو اینجا در نظر بگیریم بچه ها، این یه مکعب مستطیله، طول و عرض و ارتفاعش رو براتون اینجا در نظر گرفتیم. الان طول و عرض و ارتفاع این با هم یکیه دیگه، پس طول و عرض و ارتفاع برابر چیه؟ برابر ایکسه. خب الان ما اگه بیایم چیکار بکنیم، این جعبه یا این مکعب رو بازش کنیم، این جعبه یا مکعب رو باز کنیم، یا فرم گستردش رو اگه بخوایم بیایم چیکار بکنیم بنویسیم، فرم گستردش یه همچین شکلی رو به شما میده، فرم گسترده این به شما یه همچین شکلی رو میده. یعنی الان مربعایی ما داریم به این شکل، مربعایی ما داریم به این شکل که چون به قولی چی میگن این مکعب ما در حقیقت 6 تا وجه داره، الان اینا چیه؟ 6 تا مربع دیگه، شکل گستردهش اومدیم کشیدیم، یا مسئله بهتون میده یا خودتون باید بکشید. به هر حال اینجا رو ببینید، مگه طول و عرض و ارتفاع این، مگه طول و عرض و ارتفاع این با هم برابر و برابر ایکس نبود؟ خب یعنی تمام مشخصاتی که ما اینجا داریم برای شکل گسترده برابر ایکسه. خب چون طول و عرض و ارتفاع این برابر ایکسه، پس توی شکل گسترده برای تمام ضلع‌های این مربع ما باید چیکار بکنیم؟ برای تمام ضلع‌های این مربع ما باید چیکار بکنیم؟ باید ایکس بذاریم. خیلی خوب، الان اگه ما اینجا رو بیایم نگاه کنیم بچه‌ها، الان اگه ما بیایم اینجا رو نگاه کنیم، مگه مساحت کل ما نمیخوان؟ مگه اینجا ما 6 تا مربع نداریم؟ 5 تاش اینجاست، یه دونش هم این بالا مونده، یه دونه همینه، 6 تا مربع مگه نداریم؟ مگه بهتون نگفتم که مساحت مربع رو میخوای حساب بکنی، x رو توی x و ضرب بکنی، یه زل ضرب در خودش، x ضرب در x میشه x به توان 2 دیگه، درسته؟ چون که یه دونه از اینا میشه x به توان 2، من 6 تا از این مربع ها دارم، پس مساحت کلمون میشه 6 x به توان 2 دیگه، درسته؟ پس مساحت کلمون ما با یه شکل گسترده به این صورت تونستیم چیکار بکنیم؟ 6x به توان 2 رو چیکار کردیم؟ پیدا کردیم. بچه‌ها این 6x به توان 2 هم خیلی مهمه. یعنی چه؟ به قولی چی میگن؟ اگه به خاطر بسپرید و یادتون بمونه، تو حل مسئله ها میتونه کمکتون بکنه. اگرم نتونستید چیکار بکنید، حفظش بکنید، میتونید چیکار بکنید؟ به دست آوردنش رو یاد بگیرید. به دست آوردنش رو یاد بگیرید. خب آقا الان یه سوالی مطرح میشه، میگه آقا خب اینی که گفتی با شکل گسترده بود، به ما گفتی که میشه 6 x به توان 2، حالا ما اگه بخوایم فرمولی بریم چی میشه؟ چه جوری باید از راه فرمول بریم؟ اینجا رو ببینید بچه ها، ما مگه نگفتیم مساحت کل میشه مساحت جانبی به علاوه مساحت دو قاعده؟ میگی بله.
میگم آقا مگه بهتون نگفتیم خود مساحت جانبی میشه محیط قاعد ضرب در ارتفاع؟ پس به جای مساحت جانبی محیط قاعد ضرب در ارتفاع رو اینجا جاگزین میکنیم. خب به علاوه مساحت دو قاعده، این مکعب دو قاعده داره و ما دوتاش هم لازم داریم. خب الان اینجا رو نگاه کنید بچه ها، الان قاعده این مگه مربع نیست؟ الان مگه قاعده این مربع نیست؟ درسته؟ خب آقا این مربعه مگه هر ضلعش x نیست؟ بله. مگه 4 تا ضلع نداره؟ ببین ما محیط رو میخواییم و نیای مساحت اینجا بنویسی یا محیط رو میخواییم، پس میشه محیط قاعده میشه یه دونه از اینا ضرب در 4 میشه 4x. محیط قاعدت که مربعه میشه چی؟ میشه 4x ضرب در ارتفاع. ارتفاعت هم مگه اینجا x نیست؟ به جای اون میذاری اینجا x. پس محیط قاعده ضرب در ارتفاع میشه 4x ضرب در x که حاصل اینو حساب کنیم میشه 4x به توان 2. خب به علاوه دو برابر چی؟ دو برابر مساحت قاعده. آقا مگه قاعده مربع نیست؟ ضلع مگه x نیست؟ پس مساحت یه مربع میشه x به توان 2 دیگه. چون دو تا مربع ما داریم توی قاعده بالا و پایین، پس میشه دو تا x رو داریم. ببین یه دونه مساحت این میشه x به توان 2، با این جمع بشه میشه دو تا x به توان 2، اینم دو تا x به توان 2. الان آقا یه دونه 4x به توان 2 اینجا داریم، جمع میشه با دو تا x به توان 2، حاصل جمع اینا به شما چی رو میده؟ به شما 6x به توان 2 رو میده. این 6x به توان 2 که اینجا در آوردیم، اینم 6x به توان 2 که برای مساحت کل از فرم گسترده این مکعب چی شد؟ به دست اومدش. خیلی خوب، پس به هر حال ما متوجه شدیم که مساحت کل برای مکعبی به طول و عرض و ارتفاع x برابر 6x به توان 2 هستش. تمرین بچه ها، نوشتیم چی؟ نوشتم در مکعب فوق حجم را بیابید. الان حجم شکل دو قاعده ای رو میخوام دیگه، درسته؟ طبق فرمول بهتون گفتم وقتی که یه همچین شرایطی برقرار بود باید بیان چیکار بکنید؟ مساحت قاعده رو ضرب در ارتفاع بکنید. قاعدمون مگه یه دونه مربع نبود به ضلع x؟ درسته؟ مساحتش میشه x به توان 2 دیگه، درسته؟ ارتفاعش هم ما بالا دیدیم که ارتفاعش هم باز x، x به توان 2 ضرب در x به توان 1 بشه حاصل میشه x به توان 3. یعنی حجم مکعب بالا حاصلش چی میشه؟ x به توان 3. میبینید چیزی رو حفظ نمیکنیم، یعنی چیزایی رو هم که حتی تحت عنوان نکته بهتون میگم خودتون میتونید به دست بیارید. خیلی خوب، یه تمرین اینجا براتون آوردم، نوشتم آقا در استوانه زیر مساحت جانبی، گوش کن، حجم و مساحت کل را حساب کنید. برای مساحت کل هر دو قاعده مورد نظر است. ما میدونیم یه استوانه قاعدش چیه؟ قاعدش چیه؟ دایره است دیگه، درسته؟ این داره میگه آقا شکل دو قاعده ایه، ما با دو تا قاعدش هم کار داریم، فقط یه دونه قاعدش مد نظر نیست. پس الان ما باید مساحت جانبی، حجم و مساحت کل چی کار بکنیم؟ حساب کنیم. این استوانه ایه که بچه ها من براتون کشیدم. خب ببینید بچه ها، میتونید این فرمولا رو حفظ کنید، اما اگه این فرمولا رو حفظم نکردید طبق چیزایی که یادتون دادم سریع در عرض 30 ثانیه یه دقیقه میتونید چیکار بکنید؟ اینا رو به دست بیارید. یعنی چند سال بعدم هر موقع لازمشون داشتید میتونید سریع اگه یادتون رفت به دست بیاریدشون. خب به هر حال مختارید، میتونید حفظ کنید، میتونید روش به دست آوردنش هم چیکار کنید یاد بگیرید. اینجا رو ببینید بچه‌ها، مگه الان این استوانه‌ای که ما داریم به شعاع آر دو قاعده‌ای نیست؟ بله. ما میخوایم اول حجم رو حساب کنیم. بهتون گفتم برای شکلای دو قاعده ای میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. آقا مگه قاعده ای که ما اینجا داریم الان دایره نیست؟ بله دایره است. مگه اولی که داشتم براتون صحبت میکردم توی یاداوری ها مساحت دایره یا همون مساحت قاعده رو بهتون نگفتم پی آر دوه؟ بله پی آر دو رو میاریم اینجا مینویسیم. آقا این مساحت قاعده، این مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. الان میام به شکل نگاه میکنم، ارتفاع این شکل چیه؟ ارتفاع این حجم هندسی الان اچ دیگه، درسته؟ ضرب در اچش میکنم. پس الان حجم ما میشه حاصل ضرب پی در آر دو در اچ، یا پی آر دو اچ. اینو ما خیلی باش کار داریم تو ادامه ها.
ببین در آوردنش هم کاری نداره اصلا، اینی که بخوای فرمولو دراری ببینی به چه شکلی هست کاری نداره. میای سری میگی آقا من حجمو نمیخوام، حجم میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. مگه استوانه مساحتش قاعدش پی آر دو نمیشه؟ بله، ارتفاعش هم که اچه، پس حجممون میشه پی آر دو اچ. اصلا لازم نیه حفظش کنی، در عرض چند ثانیه تو ذهنت میتونی استنباطش کنی. پس الان در هر حال حجم این استوانه در اومد پی آر دو اچ، اینو داشته باش، کاربردش رو خیلی لازم داریم ما توی حل مسئله. حالا آقا میگه مساحت جانبی اینو میخوایم حساب بکنیم. گفتم آقا مساحت جانبی رو که اسمشو شنیدی، این طرف سری محیط قاعده میذاری، این ورم که دیگه قشنگ مشخص ارتفاع دیگه، مشترکه با این فرمول حجم، این ارتفاعش بین این دوتا مشترکه، یکیش مساحت قاعده است یکیش محیط قاعده است. پس وقتی اسم مساحت جانبی رو شما اینجا شنیدی، میای چیکار میکنی؟ سری محیط قاعده رو میذاری، میگی ضرب در ارتفاع بشه. خب آقا اینو چه جوری به دست بیاریم؟ آقا لازم فرمول حفظ کنیم؟ نه آقا، مگه محیط قاعده رو نمیخوایم، این قاعدهش دایره است دیگه. خب میای میگی محیط قاعده میشه دو پی آر، درسته؟ ارتفاع استوانه هم که اچه، پس حاصل مساحت جانبی من میشه دو پی آر اچ. تموم شد. آقا حفظ کردیم؟ نه اصلا حفظ نکردیم. خب پس الان اون چیزی که مهم شد، یکی حجمه که حاصل شد پی آر دو اچ، یکی چیه؟ مساحت جانبیه که میشه دو پی آر اچ. اینا رو چیکار بکن؟ یا حفظشون کن یا طبق همین چیزی که یادت دادم سریع به دستشون بیار. این دوتا خیلی مهمه، پی آر دو اچ، دو پی آر اچ. این مال حجمه، این مال مساحت چیه؟ مساحت جانبیه. خیلی خوب آقا مساحت کل رو چیکار کنیم؟ اگه یه وقت مساحت کلم ازتون خواست، میای میگی آقا مساحت کل مگه نمیشه مساحت دور تا دور، یعنی مساحت جانب به علاوه مساحت دو قاعده؟ میگیم بله. خب مساحت جانبی رو که ما اینجا حساب کردیم شد دو پی آر اچ، درسته؟ مساحت جانبی مون شد دو پی آر اچ. پس به جای مساحت جانبی میایم اینجا چیکار میکنیم؟ دو پی آر اچ رو جاگذاری میکنیم. خب حالا مساحت دو قاعده، آقا مگه قاعده استوانه دایره نی؟ بله. مگه مساحتش پی آر دو نیست؟ بله. مگه دوتا قاعده نداره؟ پس دوتا پی آر دو داریم. پس اینجا مساحت دو قاعده، یعنی ما باید پی آر دو رو اینجا جاگذاری کنیم. خیلی خوب الان ما به این رسیدیم برای مساحت کل، درسته؟ خب این الان داره آقا میگه آقا از دو پی آر باید فاکتور بگیری. دیگه فاکتور گیری رو شما از من بهتر بلدید، انقدر براتون تو فصل گذشته گفتم. الان از دو پی آر اگه ما اینجا فاکتور بگیریم، از این یه دونه اچ میمونه، از این دو پی آر فاکتور بگیریم، از این یه دونه آر میمونه. پس مساحت کل میشه دو پی آر ضرب در اچ به علاوه آر. آقا لازمه حفظش کنیم؟ من دیگه حرفی ندارم، بهتون گفتم میتونید به دستش بیارید، اصلا لازم نیست حفظ کنید. مساحت کل رو که اصلا لازم نیست به خاطر داشته باشید، اما حجم و به قولی مساحت جانبی رو اگه حفظ بکنید، خب خیلی براتون بهتره، راحت تر کارتون پیش میره و مسئله رو میتونید چیکار بکنید؟ حلش بکنید. خیلی خوب آقا تا حالا در مورد شکلای یه قاعده‌ای صحبت کردیم. اینا در حقیقت چیزایی هم بود که از سالهای قبل یه چیزایی ازش میدونستیم، حالا به شکلهای مختلف. حالا میخوایم راجع به شکلهای یه قاعده ای حرف بزنیم. یعنی چی؟ یعنی هرم، یعنی مخروط. اینا حجمای هندسی هن که امسال تو کتابتون بهتون معرفی شده. حالا آقا اگه حجم مطرح شد، اگه مساحت جانبی مطرح شد، بیایم چیکار بکنیم که تو ادامه براتون میگم. خب قبل از اینکه این بحث رو من براتون شروع بکنم، بچه‌ها مخروط رو ما هممون میشناسیم، دیدیم، یعنی حتی تو این شبکه‌های اجتماعی برای این تولدا، این کلاهای تولد نگاه کنید، فرم مخروطی شکل داره. خب هرم هم در حقیقت همونه. خب حالا این مخروطه به قولی چی میگن؟ قاعدش دایره است. خب این هرمه نه، یه به قولی چی میگن؟ چند ضلعیه، حالا منتظم یا غیر منتظمه. خب که حالا بیشتر برای شما حالا منتظمش مد نظره، اما چند ضلعی غیر منتظم هم میتونه باشه. خب اگه این سوال برات مطرحه که آقا مخروط فقط قاعدش دایره است، باید بگم در حد سواد شما بله، امسال قاعده مخروط چیه؟ دایره شکله. یعنی هر کجا که از مخروط صحبت شد، شما باید قاعدش دایره در نظر بگیرید. به این میگن مخروط دوار اصطلاحاً. آقا نه بگی مخروط دوار چیه من نمیدونم، مخروط دوار همونیه که دایره داره. خب
اونی هم که قاعدش دایره شکلی نیست میشه مخروط غیر دوار که اصلا کاری شما باهاش نداری. پس خلاصه حرفایی که زدم، شما با یه دونه هرم کار دارید، با یه دونه مخروط. با یه دونه هرم کار دارید، با یه دونه مخروط. که هرم هم بچه‌ها گفتم تقریبا همون مخروط است، فقط قاعدش چند ضلعیه. اینو براتون میگم به لحاظ تصویرسازی ذهنی که شاید بخواید کنید، یا مثلا کله قند رو اگه دیده باشید تقریبا حالا شکل مخروطی شکل داره. خب اینا چون ارتفاع هم دارن یه حجم چیان هندسی هن. یه چیزی هم بچه ها تا یادم نرفته بهتون بگم، اگه قاعده هرمی یه شکلی باشه که مثلا یه چند ضلعی منتظم باشه، ما بیایم اضلاع اینو هی زیاد کنیم بیشمار بشه، خب میبینید که اون چند ضلعیه شبیه دایره میشه، یعنی نزدیک به دایره میشه. در حقیقت مخروط ما همون هرمیه که قاعدش چند ضلعیه که ضلعاش بیشمار شده، یعنی این دوتا از هم دیگه خیلی جدا نیستن. خیلی خب بریم سراغ ادامه. برای شکلای یه قاعده‌ای آقا چیکار کنیم؟ برای شکلای یه قاعده‌ای اگه از شما حجم خواست، بچه‌ها میای میگی چی آقا؟ میای میگی همون مساحت قاعده‌ای که برای دو قاعده‌ای ها می‌نوشتیم، اینم همونه، مساحت قاعده رو اینجا می‌نویسیم. منتها اینجا دیگه ضرب در ارتفاع نمیشه، ضرب در یک سوم ارتفاع میشه. زد در چی میشه؟ یک سوم ارتفاع میشه. پس الان ما برای حجم این هرمی که میخوایم، چیه؟ مساحت قاعده رو کافیه ضرب بکنیم توی یک سوم چی؟ توی یک سوم ارتفاع. آقا این مساحت قاعده رو اگه ما با اس نشون بدیم، حجم هم با وی نشون میدیم. مساحت قاعده رو اگه با اس نشون بدیم، یک سوم ارتفاع میشه یک سوم زد در اچ دیگه، درسته؟ اصطلاحاً یا حالا فرمولیش توی کتابا و حالا جزوات به صورت وی یا حجم مساویه یک سوم ضرب در اس ضرب در اچ نوشته میشه. یعنی الان اگه از اینجا بیای اینجا رو نگاه بکنی میشه یک سوم ضرب در اس ضرب در اچ مد نظره. خب که الان اینجا براتون اینو نوشتم، این خیلی مهمه. اگه اینو حفظ بودی که خب خیلی کارت را میفته، اگه حفظ نبودی باز از این چیزی که بهت گفتم، مساحت قاعده که همون اسه ضرب در یک سوم ارتفاع کنی. الان ضرب خاصیت جابجایی داره دیگه، الان یه سوم رو بیاریم اینجا اس و اچ هم تو هم ضرب بکنی میشه یک سوم اس در اچ دیگه. پس خلاصه حرفم حجم ما میشه چی؟ حجممون میشه یک سوم اس در اچ. این از این. بچه ها روی این شکل هرمیم که من الان اینجا براتون آوردم بذارید یه چند تا توضیح براتون بدم. الان اگه اینجا رو نگاه کنیم به این میگیم رأس هرم. بچه ها اگه بهت مثلا گفته بود که توی سوالا گفته بود که نقطه ای که خارج از صفحه قاعده هست جای خالی است، این میشه رأس هرم. خب الان اگه این هرمه رو شما بیاید برای خودتون خونه چیکار بکنید، حجمش رو درست کنید، دور تا دورش رو نگاه کنید میبینید که دور تا دور این مثلثه. یعنی توی حجمای هرمی قسمت‌های جانبیش یا کناریش یا دور و وریش اینا چیان؟ مثلثن. پس اگه بهتون گفتن توی حجمای هرمی دور تا دورتون چه شکلایی هست، چی میگید؟ میگید دور تا دور مثلث هستش. خیلی خوب. ارتفاع هم بچه‌ها از این رأس، میاد چی میشه؟ به اینجا چی میشه؟ به اینجا عمود میشه. خب بهتون گفتم این الان قاعده است، گفتیم که این قاعده میتونه شکل منتظم داشته باشه، میتونه شکل منتظم هم نداشته باشه، ولی برای شما ما با شکل منتظمش کار داریم. خب الان اگه ما بیایم اینجا رو نگاه کنیم، این پس شد چی؟ این الان شد قاعده. از این رأسه اگه ما بخوایم ارتفاع رو اینجا عمود کنیم، بچه ها اگه اینجا یه چند ضلعی منتظمی داشته باشیم که مرکز تقارن هم داشته باشه، جمله کتابتون ها، اگر چند ضلعی منتظمی داشته باشیم اینجا که این چند ضلعی منتظم مرکز تقارن هم داشته باشه، ارتفاعی که از اینجا به اینجا رسم میشه، این پای این ارتفاع اینجا بر اون مرکز تقارن چیه؟ منطبقه. خب
آقا کی مرکز تقارن داشتیم، کی مرکز تقارن نداشتیم. اینو تو پایه هشتم میدیدیم دیگه، برای چنزلی‌هایی که مرکز تقارن دارن یا مرکز تقارن ندارن، که میدیدیم به شکل زوج ضلعی یا فرد ضلعی چی میشد؟ تقسیم میشد که میگفتیم مرکز تقارن داره یا نداره. پس به هر ترتیب این شد مشخصاتی که برای هرم چی شد؟ مد نظرمون بود. و مهمترین چیزی که مد نظرمون هست V مساوی 1/3 S در H هستش. خیلی خوب، این از این. یه توجه اینجا نوشتم رابطه ی حجم فوق نشان میدهد حجم هرم وابسته به مساحت قاعده و ارتفاع است. حواستون باشه 1/3 هم چیه؟ ضریب ثابته دیگه. یعنی تو همه حجمایی که مربوط به هرمه 1/3 چیه؟ ضریب ثابته. پس ما متوجه شدیم که حجم هرم وابسته است به چی؟ مساحت قاعده و چی؟ و ارتفاع. پس اگه به قولی چی میگن یه سوالی مطرح شدش که ما میخواستیم ببینیم این حجممون به چه چیزایی وابسته است، به مساحت قاعده و چی؟ ارتفاع، این حجمه وابستگی داره. خیلی خوب، توجه بعدی رو اگه با هم دیگه ببینیم، بچه ها نوشته فرمول محاسبه حجم مخروط هم از رابطه V مساوی 1/3 S در H چی میشه به دست میاد. فرمول محاسبه حجم مخروط، حالا در ادامه راجع به مخروط بیشتر صحبت میکنیم ها. اما خواستم فقط براتون بگم که حجم هرمی که ما حساب کردیم شد 1/3 S در H، اینجا هم حجم مخروط رو اگه بخوایم حساب بکنیم باز یاد 1/3 حاصل ضرب استرش میفتیم. خب چون هرم و مخروط از خانواده هم هستن که توضیح براتون دادم، گفتم هرمی که قاعدش چند ضلعی منتظم باشه اگه این ضلعا بی شمار بشه شکل تقریبا میشه دایره و به مخروط تبدیل میشه. خب اینو تو پایه هفتم اگه یادتون باشه داشتیم که میگفت اگه یک چند ضلعی داشته باشیم ضلعاشو چیکار بکنیم؟ زیاد بکنیم، بیشمار کنیم، به چه شکلی نزدیک میشه؟ اون چند ضلعی منتظمه در حقیقت به دایره نزدیک میشد. اینم همینه، الان قاعده این هرمه به قول یه چند ضلعی منتظمه که ما اگه ضلعاشو خیلی زیاد بکنیم در حقیقت بیشمارش کنیم قاعدش دایره میشه و به مخروط تبدیل میشه. خیلی خوب، پس در حقیقت اون چیزی که خیلی مهمه، گل مطلب حرفایی که زدم این بود که توی هرم و مخروط حجم ما میشه مساوی 1/3 حاصل ضرب S در H. توجه، تفاوتی که مخروط با هرم دارد این است که قاعده مخروط همیشه دایره است. آقا همیشه دایره است؟ بله، در حد سواد شما و پایه نهم دایره است که بهش میگیم مخروط دوار. میتونه دایره ای هم نباشه که بهش میگیم مخروط غیر دوار که شما باش کاری نداری. پس در حد سواد شما مخروط یعنی چی؟ قاعده دایره است. و باید به جای S در فرمول حجم مساحت دایره قرار گیرد. مساحت دایره مگه PR2 نبود؟ مساحت دایره مگه PR2 نبود؟ میگه وقتی که اومدی نوشتی 1/3 S در H، به جای این S برای مخروط باید PR2 بذاری، به جای این S باید براش PR2 بذاری. چون چیه؟ چون قاعدش دایره ایه. اما برای هرم این S مشخص نیست، ممکنه قاعدتون چی باشه؟ مثلا مربع باشه، ممکنه مثلث متساوی الاضلاع باشه که متناسب با همون باید چیکار بکنید؟ مساحت رو بر حسب اونا به دست بیارید. خب اما چون تکلیفتون با مخروط مشخصه، برای مخروط این اثر رو باید PR2 جاگذاری کنید. خیلی خوب، اینجا رو ببینیم بچه‌ها. اما در هرم قاعده میتواند مثلث، مربع، چند ضلعی منتظم یا حتی چند ضلعی غیر منتظم باشه که ما با اون چند ضلعی غیر منتظمه کاری نداریم. خیلی خوب، آقا تا حالا داشتیم راجبه چی حرف میزدیم؟ تا حالا داشتیم راجبه حجم حرف میزدیم توی شکلایی که یه قاعده دارن. خب حالا میخوایم راجبه سطح جانبیشون، یعنی سطح دور تا دور اینا که یه قاعده یه حرف بزنیم. آقا وقتی که سطح جانبی شنیدی بهت گفتم محیط قاعده رو میذاری اینجا. ضرب میشه توی چی بچه ها؟ ضرب میشه توی نصف سهم یا مولد. الان از خودت میپرسی آقا سهم چیه، مولد چیه؟ اول از این که برات بگم سهم مربوط به هرمه،
مولدم مربوط به مخروطه که حالا تو ادامه ببینیم چیه. آقا سهم چیه؟ الان اینجا رو نگاه کنیم بچه ها. در هرم منتظم ارتفاع وارد بر قاعده هر یک از وجهای جانبی رو بهش سهم میگیم. یه بار دیگه، در هرم منتظم ارتفاع وارد بر قاعده هر یک از وجهای جانبی یا وجهای کناری رو بهش میگیم سهم. آقا یعنی چی ما نفهمیدیم؟ یعنی چی این چیزی که گفتی؟ الان بیایم این هرمه رو با هم دیگه ببینیم بچه ها که اینجا براتون آوردم. خب آقا مگه نگفته که تو شکلایی که قاعدش منتظمه، اینجا الان مربع، قاعدمون چیه؟ منتظمه. خب الان اگه ما بیایم چیکار کنیم، الان اگه ما بیایم اینجا، مگه نگفته که ارتفاعی که مربوط به قسمت‌های جانبی میشه یا سطوح جانبی میشه، الان اگه ما این قسمت و این مثلث رو بیایم به عنوان یه سطح جانبی در نظر بگیریم، میگه ارتفاعی که برای این مثلث اینجوری رسم میشه میاد به قاعده. الان اینجا این قاعده این مثلثه، میگه ارتفاعی که برای این مثلث رسم میشه، خب برای قسمت‌های جانبی میشه، اینو بهش میگیم سهم. آقا من بازم نفهمیدم، اینو نگردا تو ادامه قشنگ برات نشون بدیم که سهم چیه. اینجا رو ببینید بچه ها. آقا تعریف سهم رو با هم دیگه دیدیم. مولد چیه؟ مولد مربوط به مخروط است. در واقع مولد همان نقش سهم را در هرم دارد. مولد همان نقش سهم را در هرم دارد. خیلی خب، بیاین پایین تر بچه ها. این هرمی که اینجا براتون کشیدم رو دقت کنید. توی توضیحاتی که براتون دادم گفتم اینجا این رأسه، این الان رأسه، خب و دور تا دور مثلث چیده شده. الان اگه ما این مثلث رو بیایم در نظر بگیریم، این مثلث رو اگه بیایم اینجا در نظر بگیریم، ارتفاع این مثلث رو بیایم رسم کنیم، پای این ارتفاع رو اسمش رو چیکار بکنیم، بی بذاریم و این پا الان چیه؟ اینجا عمود هستش. این خط رو بهش میگیم سهم. نوشتم ایشون اسمش سهمه. پس ارتفاع وارد بر قاعده هر یک از وجهای جانبی رو تو هرم بهش میگیم سهم. به این میگیم سهم. ببین انگشتمون رو گذاشتیم الان روش، داریم نشون میدیم که آقا این سهمه. دوباره نگی سهم چیه، متوجه نشدیم ما. الان اینجا آبمونم نصف چیه؟ نصف مربع، نصف ضلع مربع. الان اینجا ضلع مربع هر چی باشه، الان اینجا ضلع مربع هر چی باشه، آب نصف این ضلع است. خب اینو داشته باش. توجهی که اینجا براتون آوردم اینه که مثلث اوآب قائم الزاویه است. الان اگه ما مثلث اوآب رو نگاه کنیم، مگه اینی که الان کشیدیم ارتفاع نبود؟ اینجا قائمه نیستش، روبروی این زاویه قائمه، این وتره دیگه. پس این الان مثلث چیه؟ مثلث قائم الزاویه است. این خیلی مهمه بچه‌ها. این مثلثی که الان توی این هرم ما پیدا کردیم خیلی مهمه و کلید حل خیلی از سوالات هستش. اینجا رو ببینید، پس ما متوجه شدیم که این مثلثه الان چیه؟ یه مثلث قائم الزاویه است و از طرفی این آب رو اگه ما اینجا خواستیم، AB رو اگه اینجا خواستیم، میگه آقا طول این مربع هر چی بود AB نصف اونه. AB چیه؟ AB نصف اونه. خیلی خوب، الان اگه ما بیایم چیکار بکنیم، اینجا هم من براتون نوشتم دیگه، این اسمش چیه؟ هرم مربع القاعده هستش. خب الان اگه ما بیایم چیکار کنیم، این مثلث رو از دل این بیرون بکشیم، این مثلث رو از دل این بیرون بکشیم، مثلث OAB هستش دیگه. ببین این مثلث این شکلی میشه، OAB. بعضی از بچه‌ها شاید بگن آقا این شکل هندسیه که حجم داره، ما گیج میشیم. این مثلثه وقتی این تو هستش ما درست نمیفهمیم که میگی قائم الزاویه است. آقا اینو ورش دار بیار بیرون، این مثلثه رو این پایین بکش. این همون مثلث اوآب است که توی رأس B، یعنی در حقیقت توی نقطه B چیه؟ قائمه هستش. پس این مثلث الان شد مثلث قائم الزاویه. و ما میدونیم که الان اگه یه فیثاغورس بخوایم توی این بزنیم، ما میدونیم که میتونیم یه ضلع قائمه رو به توان دو برسونیم، این الان او بس به توان دو برسونیم، بعد بنویسیم وتر به توان دو که میشه او آه به توان دو، منهای آبه به توان دو، یعنی اون یکی چی؟ در حقیقت ضلع قائمه به توان دو، که اینا رو مفصل ما توی پایه های هشتم اینا
در حقیقت اینا رو یاد گرفتیم. خب توجه به شکل زیر توجه کنید و مثلث قائم الزاویه دوم را هم شناسایی کنیم. آقا این یه مثلث قائم الزاویه اعابه بود که اینجا از این مشخص شد که به این شکل هستش. خب حالا توی این هرمی که قاعده مربعی داره یه مثلث قائم الزاویه هم هستش که خیلی اهمیت داره. نگاه بکنید اینجا رو، ما اگه بیایم ارتفاع اینو بیایم رسم بکنیم، یعنی از رأس او بیایم ارتفاع اینو رسم بکنیم، اینجا رو اسمشو بذاریم H. خب و از اینجا هم چیکار بکنیم؟ وصل بکنیم به اینجا، از اینجا یعنی از در حقیقت H وصل بکنیم به B. خب اینم همون سهم چیه؟ اینم همون سهم هرم هستش. بچه ها یه موضوعی که مطرحه اینه که این سهم هرمه بین مثلث قائم الزاویه بالایی که الان این مثلث بود، ببین این اوبه برای این مثلثه بود، حالا تو این مثلث جدیده که یه مثلث قائم الزاویه است ما رسم کردیم، این سهم هرمه که اسمش سهم بود بین این و قبلی مشترکه، یعنی اوبه بین این مثلث قائم الزاویه و قبلیه چه مشترکه. به هر حال مثلث قائم الزاویه دوم رو برای اینکه شناسایی کنیم بخوایم بیاریمش بیرون، الان اینجا او اچ بی هستش، او اچ بی که میایم چیکار میکنیم؟ اینجا مینویسیم. این مثلث قائم الزاویه ای هست که به صورت او اچ بی اینجا مینویسیمش، که این او اچ ما اینجا ارتفاع است که اینجا نوشتم، این سهم هرم هستش که اینجا نوشتیم. این اچ بی چیه بچه‌ها؟ این اچ بی هر چی ضلع این مربعت بود، هر چی این ضلع مربعت بود نصفش رو شما میدی به اچ بی، هر چی این ضلع این مربع بود نصفش رو میدی به چی؟ نصفش رو میدی به اچ بی. پس به این طریق ما اومدیم چیکار کردیم؟ این دو تا مثلث قائم الزاویه رو از این هرمی که قاعده مربعی داره اومدیم چیکار کردیم؟ استخراج کردیم. آقا از کجا باید بفهمیم که این دوتا مثلث رو باید چیکار بکنیم از این استخراج بکنیم؟ آقا اگه نمیدونستیم برات گفتم دیگه، گفتیم دوتا مثلث قائم الزاویه مهم تو این هرم مربعی هست که اینا رو باید شناسایی کنی، میاری برای خود جداگونه مینویسی. یه چیزی هم هست به اسم سهم هرم که بین این دوتا مثلث قائم الزاویه چیه؟ مشترکه. خیلی خوب، این چکیده حرفایی بود که در مورد این شکل زدم براتون تا حالا. خیلی خوب، تمرین. آقا اینا رو گفتی؟ حالا تو مسئله چه جوری میاد؟ اینجا رو نگاه کنید بچه ها. حجم هرمی با قاعده مربعی، یعنی داره از یه شکل منتظم حرف میزنه، حجمشو به دست آورید که ضلع قاعده آن، ببین ضلع مربع رو داره بهت معرفی میکنه اینجا، میگه 4 سانتی متره و وجه های جانبی آن مثلث متساوی و ساقینن. ببین داره بهت خبر میده اینجا که وجه های جانبی چیان؟ مثلث متساوی و ساقینن، که اصلا ما میدونستیم وجه های جانبی هرم مثلثه. خب حالا میگه ساق های این مثلث هم چیه؟ ساق های این مثلث هم 8 سانتی متره. آقا نیای بگی مثلث متساوی و ساقین چیه ها؟ مثلث متساوی و ساقین مثلثیه که دو تا ساقی که داره با هم دیگه برابره و حالا معرفی میشه که زاویه های زیر دو تا ساق هم با هم برابره. ما اینجا الان لازم داریم که متوجه بشیم که چیه؟ توی مثلث متساوی و ساقه میدونیم ساقا با هم برابره، پس ساق این مثلث شد 8 سانتی متر. این از این. پس مربعی که توی قاعده این داریم 4 سانتی متریه ضلعش و ساق مثلثمون چیه؟ 8 سانتی متریه. اینا اطلاعاتیه که از صورت سوال ما چیکار کردیم؟ دریافت کردیم. خیلی خوب، این شکلم معمولا اگه توی سوالا بیاد بهتون داده میشه، یعنی هرم مربعی کشیده میشه و شما باید چیکار بکنید؟ حلش بکنید. اگرم بهتون احیانا توی سوالا داده نشد که مجبوری چیکار بکنید؟ این هرم رو خودتون ترسیم بکنید. خیلی خوب، اولین کاری که میکنیم اینه که خب هرم چیه؟ هرم قاعده مربعی داره دیگه، درسته؟ میایم معلوماتی رو که توی مسئله به ما داده رو چیکار میکنیم؟ معلوماتی که توی مسئله به ما داده رو روی شکل پیاده میکنیم. اینایی که الان دارم بهت میگم ما داریم به شکل اضافه میکنیم، ما روی شکل نیست. الان مگه به ما نگفته که اون مثلثایی که دور تا دور این چیده میشن مثلث متساوی و ساقینی به ساق 8؟ آقا این یه مثلث، یه قسمت از به قولی چی میگن قسمت‌های جانبی ما هست که این یه مثلثه، این ساقش میشه 8. 8 رو اینجا میذاری. آقا اینم میشه 8 باشه؟ بله اینم میشه 8 باشه، ولی شما اینو 8 بذار که حساب کتابی که داری میکنی بر اساس همین چیزایی که بهت گفتم
درست در بیاد. نری تو مسئله برای خودت یه تکنیکایی بزنی گم بشی تو مسئله. ساخت شد 8. درسته؟ آقا مگه قاعده این هرم مربع نیست؟ بله. مگه بهت نگفته که ضلع این مربع 4ه؟ بله. این شد 4. این وقتی 4ه بچه‌ها، بهتون گفتم این قسمتی که الان ام بی هست نصف 4ه، یعنی میشه 2. این قسمتی هم که اچ ام هستش باز نصف ضلع مربعه، یعنی اینم میشه 2. ببین داریم قدم به قدم میریم جلو. خب پس تا اینجا این 8 معلوم شد، این 4 معلوم شد، این 2 که مربوط به بی ام بود توی این مثلث معلوم شد، و در حقیقت این اچ ام هم که 2 در اومد توی این مثلث چی شد؟ معلوم شد. آقا ما گیج میشیم، مثلث ها رو اینجا نمیفهمیم. بیا این مثلث ها رو منتقل کن بیرون. الان اگه ما بیایم اینجا رو نگاه کنیم، مثلث اول رو منتقل کنیم بیرون، این او ام بی هست، او ام بی که توی نقطه ام، در حقیقت توی نقطه ام اینجا چیه؟ این قائم است. میذاریم اینو روبروی اینم که 8 وترمون هست در حقیقت دیگه. اینم چیه؟ بی ام 2ه. پس بی ام شد 2، او بی از اینجا در اومد 8. بچه ها مثلث مثلث چیه؟ مثلث قائم الزاویه است. حسابی راجب فیثاغورس صحبت کردیم دیگه. خب الان وقتی که این دوتا معلومه، این با فیثاغورس معلوم میشه. اینو نگه دار اینجا، داریم فکر میکنیم. این تحلیلایی که من بهتون دارم میگم در عرض 20-30 ثانیه رو کاغذ باید پیاده کنید، منتها دارم توضیح میدم یه ذره طول میکشه. پس اومدیم اینو آوردیم بیرون، میشه او ام بی به این شکل در اومد، 2 8. این هم که چی بود؟ ارتفاعش بود. حالا بریم سراغ مثلث دوم. مثلث دوم رو استخراج کنیم. مثلث دوم اگه بخوام استخراج کنیم، مثلث دوم میشه او اچ ام. او اچ ام رو میام اینجا مینویسیم توی الان این اینجا، الان اچ ما 90، اینجا اینو مینویسیم. خب روبروی اچ ما او ام رو داریم دیگه، اینه روبروی اچ او ام دیگه. نگاه کنید روبروی اچ الان ما چی رو داریم؟ او ام رو داریم. اینجا چیکار میکنیم؟ او ام رو اینجا میذاریم، اچ ام هم در اومد چی؟ اچ ام هم در اومد 2. خیلی خوب، حالا آقا اینا رو چیکار کنیم؟ به چه دردی میخوره؟ این شکل رو دیگه ولش کن، با این حجم هندسی کاری نداریم. بریم سراغ مثلث ها. الان اگه ما نگاه بکنیم این دوتا معلومه، او ام ما، او ام ما با فیثاغورس در میاد، او ام ما با فیثاغورس در میاد. اما توی پایینی رو اگه ما بیایم نگاه کنیم، میبینیم هم اینو نداریم هم اینو نداریم. من بهت میام میگم که آقا مگه این همون او ام تو بالایی نی؟ اینه قبلا با فیثاغورس در اومده، هر چی اینجا در آوردی میای چیکار میکنی؟ اینجا جاگذاری میکنی، یعنی حالا این بدی عدد میده دیگه، میای این عدد رو اینجا جاگذاری میکنی. بازم الان دو تا از اینا معلومه، هم وترت معلومه هم یه ضلع قائمه. با فیثاغورس چی میشه؟ با فیثاغورس اینم مشخص میشه. خیلی خوب، الان اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، الان اینجا رو نگاه کنید، میخوایم فیثاغورس بزنیم. الان توی این مثلث میخوایم فیثاغورس بزنیم که یه ضلع قائمه 2ه، وتر چیه؟ 8ه. برای اینکه اینو ما پیدا بکنیم، کافیه اینو به توان 2 برسونیم، منهای اینه به توان 2، یعنی 8 به توان 2، منهای 2 به توان 2. اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو ببینید بچه‌ها، اینا حالا فرمولاشه که اینجا براتون نوشتم. برای اینکه ما چیکار بکنیم اون ضلع قائمه رو پیدا کنیم، گفتم 8 به توان 2 یعنی وتر به توان 2، منهای اون ضلع قائمه ای که داری به توان 2، اون یکی ضلع قائمت معلوم میشه. 8 به توان 2 میشه 64، درسته؟ 2 به توان 2 میشه 4، تفاضل اینا رو حساب بکنیم میشه 60، درسته؟ الان از علامت سوال به توان 2 به 60 نگاه بکنی، میبینی علامت سوال به توان 2 مساوی 60 شده. بچه ها آیا ما علامت سوال به توان 2 رو میخوایم؟ نه، ما خود علامت سوال رو میخوایم، یعنی علامت سوال تنها رو میخوایم، درسته؟ پس باید از طرفین چیکار بکنیم؟ هم از علامت سوال به توان 2 جذب بگیریم، هم از 60 جذب بگیریم. اینجا به این شکل در میاد. خب الان توان 2 این با جذر این چی میشه؟ میپره، علامت سوال تنها میشه. یه دونه رادیکال 60 هم اینجا دارم، رادیکال 60 رو چیکار میکنیم؟ منتقل میکنیم اینجا. آقا این رادیکال 60 رو میتونی اینجوری بذاری باقی بمونه؟ خب میتونی چیکار بکنی؟ ساده ترش هم کنی، میتونیم بیان بگیم آقا 60 رو مینویسیم حاصل ضرب 15 ضرب در 4. اگه بیاین این کار رو بکنید، حاصل ضرب 15 ضرب در 4 رو بنویسید، 4 میاد بیرون میشه 2،
15 زیر رادیکال میمونه چون جذر کامل نداره. این میشه دو رادیکال 15. آقا این همه داستانی که استنباط کردیم و نوشتیم و اینا برای چی بود؟ برای اینکه سهم هرم رو پیدا کنیم. سهم هرم ما یا همون علامت سوال ما رادیکال 60 شد. رادیکال 60 شد. الان بریم تو مثلث بالایی نگاه کنیم. اینو داشتیم، دو رو داشتیم. 8 رو داشتیم، OM در اومد رادیکال 60. OM چی بود؟ همون سهم هرم بود. پس OM در اومد رادیکال چند؟ رادیکال 60. الان تو مثلث پایینیه ما به جای OM بچه ها رادیکال 60 رو که به دست آوردیم اینجا رادیکال 60 رو جایگزین میکنیم، که اگه رادیکال 60 رو الان ما بیایم اینجا جایگزین کنیم، خب اینو داریم، یه دونه دو هم اینجا داریم، این مشخص میشه. OH چیه؟ ارتفاع هرمه. آقا این همه این ور اون ور کردیم برای اینکه ارتفاع هرم رو پیدا کنیم؟ بله، برای اینکه ارتفاع هرم رو پیدا کنیم. مگه حجم هرم 1/3 S در H نبود؟ وقتی تو ارتفاع هرم رو نداشته باشی حجم نمیتونی پیدا کنی که. خیلی خوب، پس OM رو که ما در آوردیم رادیکال 60 اینجا منتقلش میکنیم، یه دو هم داریم، OHمون که ارتفاع هرم بود چی میشه؟ معلوم میشه. پس الان کافیه رادیکال 60 رو من به توان 2 برسونم که وتره، منهای اون یکی ضلع قائمه که الان 2 به توان 2 برسه، اون یکی ضلع قائمه معلوم میشه. پس خلاصه من الان باید 60 رو به توان 2 برسونم طبق فیثاغورس، منهای 2 به توان 2 کنم. بریم پایین رو ببینیم، اینجا رو نگاه کنیم، اینجا رو ببینید، 60 به توان 2 بچه‌ها، 60 به توان 2 رادیکالش میپره میشه خود 60. 2 به توان 2 هم که گفتم میشه 4، درسته؟ الان اگه ما 60 رو منهای 4 کنیم میشه 56. مگه الان OH به توان 2 نشده 56؟ ببینید شکل رو برات اینجا کشیدم، این شکل رو اینجا برات کشیدم که میخوایم OH رو پیدا کنیم. میگیم چی؟ میگیم OH به توان 2، OH به توان 2 اینجا، رادیکال 60 به توان 2 اینجا، منهای HM به توان 2، که در حقیقت میرسیم به OH به توان 2 مساوی 56. از طرفین این تساوی اگه ما بیان جذر بگیریم، توان این با این رادیکاله میپره، OH تنها میشه اینجا. خب الان رادیکال 56 هم میتونی همینجوری بذاری بمونه، میتونی هم ساده ترش کنی. رادیکال 56 هم که اینجا ما داریم میتونیم به صورت ضرب 4 ضرب در 14 بنویسیم. خب که این 4 رو اگه جذر بگیریم ازش بیاد بیرون، یه دونه 2 اینجا میمونه، رادیکال 14 هم که جذر کامل نداره. پس اگه الان ما بیایم از اینجا به اینجا نگاه کنیم، OH ما در میاد 2 رادیکال 14. آقا این همه راهی که ما اومدیم برای این بود که ارتفاع چی رو حساب بکنیم؟ ارتفاع هرم رو چیکار بکنیم؟ حساب بکنیم. پس ارتفاع ما در اومد 2 رادیکال 14. اینجا رو داشته باشی؟ مگه الان حجممون 1/3 حاصل ضرب S در H نیست؟ بله. الان این 1/3 که ضریب ثابته، این 1/3 رو اینجا می نویسیم، درسته؟ از طرفی الان مساحت قاعده، چون قاعده قاعده مربعی بوده و هر ضلع چی بوده؟ هر ضلع 4 بوده، پس مساحتش میشه 4 تا 4 تا دیگه، یه ضلع ضرب در چی؟ خودش. پس الان به جای S حاصل ضرب 4 و 4 رو مینویسیم. این H هم همون ارتفاع هرم بودش که اینجا به دست آوردیم، 2 رادیکال 14، که الان اگه ما بیایم چیکار کنیم؟ این 2 رادیکال 14 رو اینجا جاگذاری کنیم و حاصل ضرب اینا رو، یعنی در حقیقت 4 ضرب در 4 میشه 16، 16 ضرب در 2 میشه 32، اینجا می نویسیم رادیکال 14 رو خودش اینجا جاگذاری میکنیم و این سهم که توی مخرج هستش که این سهم اینجا باقی میمونه. الان اگه ما نگاه کنیم، مگه اینجا ما دنبال حجم نبودیم؟ خب حجم چیه؟ واحدش بر حسب چیه؟ سانتی متر مکعب هستش دیگه، که یه علامت چی یا یه واحد سانتی متر مکعب هم اینجا براش می نویسیم. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته.